درود به همه شما عزیزای دل در هر گوشه دنیا که هستین، امیدوارم که شاد و پر انرژی باشین. دوستای عزیز، امروز یک گیاه بسیار جالب و دیدنی را ما آمدیم که برای شما معرفی کنیم. گیاه بسیار جالب که شما فکر میکنین همه برگ هست، ولی اینو هم گل داره و هم برگ داره. بسیار جالب هست، تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین تا اینکه گیاه پر از پول و تجارتی را برای شما تشریح کنیم. کنار آقای هاشمی آمدیم که سالهاست در این قسمت کار میکنه، فعالیت میکنه، برای شما تشریح میکنه که اینا از لحاظ بازار چه قسمه است، از لحاظ پروریش و تربیت چه قسمه است و کنترل امراض از صفر تا صد همه رو برای شما تشریح میکنه. آقای هاشمی سلام. سلام، خسته نباشین، حال شما خوب؟ سلامت باشین، بخیر باشین. گیاهی را که ما شما فعلا در بینش قرار داریم این چی هست؟ این گیاه به اسم گلی آنتریوم. گلی آنتریوم هست. ایره ما شما چگونه میتونیم تربیت و پروریش کنیم؟ ایره هم که میبینین خیلی نشیش کوچک میه و خیلی مزینه داره، خیلی خرج و مصرف داره. تا اینقدر بزرگ میشه، تقریبا 6-7 سال روش کار کردیم اینقدر بزرگ شده. بسیار عالی. فعلا این 6-7 ساله است که کلان شده نیست؟ آره، 6-7 ساله است که کلان شده. وقتی که تازه میکری اندازه نسبی واجب نشیشه. تا یک سال خیلی کم مثلا با دبار بیا که یک سال کار کنه الکی دبار بیا، بعد از یک سال دیگه کم کم بارش خوب میشه. بسیار عالی. شما این را که بار میته کجا ازیر به فروش میرسنید؟ این فقط همین گلش رو میزنیم، شاخه‌ش رو میزنیم، گلش رو کپسول میکنیم توی کارتون، هر کارتونی 15 تا شاخه میذاریم و بسته‌بندی مون میفرستیم بازار. بسیار عالی. هر کارتون، هر دسته، دوستای عزیز، 15 تا از این گل‌ها میمونه و ایره به بازار روان میکنه. هر 15 تایی از ایره اگر مثلا قیمت خراب باشه و قیمت خوب باشه چه قسم به فروش میرسونید؟ قیمت اگر خوب باشه تا کارتون 300 تومان، 280 تومان، اگر بازار خراب باشه 250 تومان، اینطوری قیمت داره. بسیار عالی. دوستای عزیز، هر 15 تا از این یک دسته از این 15 تایی هست که از 250 هزار تومان تا 300 هزار تومان به فروش میرسه. یعنی هر گول اینها قیمت خیلی خاصی را داره. دوستای عزیز، که 15 تا از این قیمت 300 هزار تومان تا 250 هزار تومان اینا در فروش میرسه. بسیار پول زیادی هست و اگر شما این گل ها را بیچینین بعد از چند مدت دوباره گل میکنن؟ تقریبا یک ماه که بیچینیم یک ماه بعد دوباره، مثلا یک بوتر که بزنیم یک ماه بعد دوباره گل میده. بسیار عالی. گلی که هر روز میچینیم، هر روز مثلا از زمین گلخانه هر روز گل میچینیم، تقریبا 20 تا 30 تا روز، مثلا بازاری که خوب باشه روزی 40 50 تا 100 تا میزنیم. خب بسیار عالی. در جریان سال شما همونطور چنده مورین دیگه؟ هر روز که نظر در تقاضای بازار تا 8 سال این بار میده. خب بسیار عالی. اگه ایره بخوایم که مثلا زیاد کنیم، تکثیر کنیم، این چگونه تکثیر میشه، زیاد میشه؟ اینم دوباره مثل این گلای دیگه بغل خو از زیر خاک میزنه پاجوش، پاجوش که زد میتنی اونا پاجوش در بری، ریشه داره میزنی توی کرد دیگه، پلید میکاری کرد دیگه که کاشتی اونم دوباره آب میدیش، کم کم دوباره رشد میکنه، مثل این گل دوباره گل میده. بسیار عالی. عزیزای دل، یک چیزی که در قسمت کاشت پرورش بسیار مهم است خاک است. وقتی که شما پاجوش میکارین داخل چی خاک میکارین و این گیاهی که فعلا 6-7 ساله است، این گیاه در داخل چی خاک است؟ وقتی که ما اینا میخوایم بکاریم اول کارتش درست میکنیم، بغلش ایرانیت میذاریم و داخل کارتش مشما میذاریم که از داخل خاک رشین داخل خاک نرا. زیر این گل گیاه که هست مشما، باز زیر روی مشما یه نوله دیگه میذاریم که آبی که این روی داخل این آب خورد، این آب مثلا داخل نوله زیکش بره برگرده بره داخل استاق آب، که داخل خودی کرد نمانه که ریشش غرش نگیره. بسیار عالی. فعلا خاکش، خاک از این گل ها فعلا خاکش چی است؟ خاک فلیت است. خب یعنی در کل خاکش پرلیت است دوستان؟ پرلیت است، آره، در کل خاک پرلیت است. پرلیتی درشت است، پرلیت ریزم نیست، پرلیت درشت است. دوستای عزیز، قسمی که معلوم میشه اینا خود ریشه های زیاد بسیار حساس است و خاک بسیار سبک باشه که اینا به راحتی بتونه رشد کنه و آبم خیلی زیاد در خود نگه نداره چون قارچی زودتر نشود. دوستا خب در قسمتی قلم زدن اینها، وقت قلمه اینها و عمو پاجوشش رشد میکنه و رو میخواین انتقال بتین، این به چی خاکی باید انداخته شد؟ اونم همین خاکی که خود این در رو استفاده میشه پرلیت، اونم داخل خاک پرلیت استفاده میشه. خب بسیار عالی. داخل خاک پرلیت استفاده میشه. و آبیاری از چه قسمت؟ شما چند مدت پاس آبیاری میکنید؟ آبیاری از روز یک دفعه مواد میخوره،
مواد میدیم و هفته یک دفعه آب خالی میدیم و هفته یک دفعه پاشی میکنیم و هر هفته بیشتر اگر دیدیم که مثل تریفس این باز تریفس میاره گلش روی گل مثلا تریفس که زد گل لکی میشه دیگه خراب میکنه گل دو سه مریضی داره یکی تریفس یکی کنایا یکی هم شاتایا این گل سه تا مریضی میاره و دیگه این سه مریضی بعد مریضیش ارسامی برای مریضیش جداه. آها بسیار عالی. دوستای عزیز شما متوجه بودین که مخصوصا بخش حشرات بیشتر سرزی حمله میکنه، تریپس و شپیشک و همچنون کنه سرزی حمله ور میشه که شما میتونین در هر ادویه فروشی مراجعه کنین و او را ادویش پیدا کنین. قارچ نمیگیره بیشتر برگایشه، تریپس میگیره. اینا بسیار برگهای دبل و زخیم داره، اینا را قارچ ها خیلی نمیتونه مشکلات ایجاد کنه، فقط حشرات سر اینا حمله میکنه. خب دیگه کدام مورد خاصی اگر در اینجا باشه که بیننده ها نشنیده باشه؟ این گل بلگشم میشه بفروشه، این بلگشم استفاده میشه، هر ده تا بلگش مثلا یه دسته دسته بندی میدینم بازار خود میکنیم، مارا بازار دستی سی چار کنیم. بسیار علی دوستای عزیز، اصلا این همهشون به فروش میرسه، همهشون به پول تبدیل میشه، هم از گل شما میتونید دسته کنیم، دسته 2.5 تا 300 هزار تومان به فروش میرسه و هم از برگهایشون از 5 تا 10 هزار تومان به فروش میرسه هر 10 تایشون و همه پول است. عزیزایی که میخواهند در این قسمت سرمایه گذاری کنند کار کنند، بسیار یک گیاه قیمتی هست کار میکنه، یک دفعه که شما کاشتین میتونید تا 8 سال از این پول بگیرید و همه روزه میتونید گل بچینید و وارد بازار کنید. این بوته اگر 8 سال کار کرد دیدی که پیر شد دیگه نیاز نیست که ریشه خارجی دوباره تولید کنید، مصرف و ضرر رو بیشتر کنید، هزینه بیشتر کنید، میتونید از خود امین از خود بلق یه وجب پایینتر غیچی بزنین، خاکش دوباره میخواهی که پیلیت برگردان کنین، میتونین که دوباره پاس همین داخل امزی خاک بزنین، هر روزی یک دفعه تا 15 روزه، تا 15 روزه فقط نم بزنین بلگشه، یک آب خالی روز یک دفعه آب خالی بدین دیگه یک نم بلگشه بزنین، این بوتا خود بگیره آب کش داشته باشه که تا بوتا ریشیشی دوباره داخل خاک حرکت کنه مثل قبلا دوباره بوتا گلوگیه بیره. بسیار عالی دوستای عزیز، اگر بعد از هر سال میگه پیر شد میتونید بازی را دوباره قطع بکنید به شکل شاخه‌ای داخل زمین کاشته شد و او دوباره ریشه بزنه، مهمتر از همه که باید آب داده شد و همه روزه نم پاشی شد تا اینکه داخل خود تلیز دوباره رشد کنید. بسیار یکی های تجارتی هست می‌تونیم داخل خاک بکاریم، فاصله‌ش هم چقدر باشه نیست واجب، فاصله‌ش که 4 ردیف مخوره داخل خاک و هر ردیفاشی فاصله‌ش تقریبا نیست واجب. بسیار عالی دوستای عزیز، شو این وقتی که رشد میکنه طرف بالا میایه، هم برگش گرفته میایه طرف بالا و هم گلش، وقتی که بعد از 8 سال بالا آمد اما اصل نوکش که چند تا برگ وجود داره او را به اندازه 10 سانتی پایین تر قطع میکنه و این را داخل پرلیت دوباره میکاره و به اندازه 10 سانتی باید هر گیاه فاصله داشته باشه و این دوباره جوان میشه و گیاه آنتریوم جدید تولید میشه که شما میتونید دوباره جوان سازی کنین و دوباره پول در بیارین، یعنی همه ساله میتونین پول بگیرین، یعنی پیر شدن اینها به این نتیجه نمیرسین شما که گیاهتون کلا از بین میره و نشه دیگه بیارین یا تخم دیگه را بیارین داخل بکارین، عمی خودش میتونه حاصل داده بره. بسیار گیاه مهم هست، باز اگر چیزی گفتنی باشه میشنویم آقای هاشمی. و این کردهش که هست تقریبا از بارش از یک متر تقریبا بیشتره، از یک متر کمتر نیست، یک متر هم بیشتره بارش طولش اینطوری و دیگه میتونین که داخل این کرد 4 ردیف مخوره مثلا، حالا این کردش که هست 40 متره درازیش طولش 40 متره بارش 1 متره، میتونین یک وقت اگر استفاده کردین میخواستین بکارین از این طریق میتونین که بکارین و استفاده ببرین. بسیار عالی دوستای عزیز، هر پلاتی که وجود داره اینا از 1 متر حدودا 1 متر 10 سان 20 سان باشه
خود ارزش و طولش 40 متر هست و شما میتونین که در هر یک متر که داخل هست شما میتونین 4 گیاه را همزمان بکارین و 10 سانتی هر گیاه از هم هر قطارش از هم دیگر فاصله داشته باشه که رویش کاشتنش هست که شما دوباره میتونین یک امی رقم گیاه های سرسبزی دیگه پر از گل داشته باشین. و هوایش و گرما و سرمایش برای شما بگم، گرمای سال میتونین روی گلخانه یا مشمع مثلا یا شیشه رویش توری بکارین یا گل بپاشین، اگر قدرت توری نداشتین رویش گل بپاشین که خنک شوه، پوشال داشته باشه، هواکش داشته باشه که هوا رو بکشه، گلوگیا مثلا خنک نگه داره که بتونه گیا حرکت کنه. دیگه دومیش رطوبت میخواین گیا که رطوبت داشته باشه که رشد کنه گلش، اگر رطوبت نداشته باشه این گیا زود از کار میفته، دیگه گل برای شما نمیده. فقط چی رطوبت چی بیشتر باشه جاش خنک باشه، و زمستان هم که است هوای گرم باشه که این گل از سرما خیلی حساسه، زود سرما میده. بسیار عالی. خوب دوستای عزیز، در مورد شرایط نگهداری گفتن که باید درجه حرارتش کنترل شده باشه، چیزی که ضرورت هست باید نگهداری شود، سرد زیاد باشه هم به ضربه میرسونه و گرمی بیش از اندازه باشه هم، قسمی که آقای هاشمی گفت. و خیلی ممنون از آقای هاشمی، از شما هم خیلی تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. باز هم اگر علاقمند این بخشا باشین میتونین سوالتون رو بپرسین و همیشه کانال باغبان آزاد ویدیوهای جدید و ویدیوهایی که همیشه شما رو سورپرایز کنه از لحاظ اقتصادی همیشه ما برای شما در اشتراک میگذاریم. اگر بتونین تگمه سابسکرایب شدن رو فشار بدین یا علامت مشترک شدن رو بزنین، همیشه ویدیوهای جدیدی که ساخته میشه همراه شما به اشتراک گذاشته میشه. الله یار و نگهدارتون.